بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا بقية الله في العالمين روحي وارواح العالمين له الفداء بارز سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان در ادامه مباحث مربوط به بررسی اقسام جوهر بحث کردیم و بیان شد که در میان جواهر جوهر جسم و جوهر نفس در کنار جوهر عقل خوب یکی از اقسام جوهر هست به دلیل اینکه جوهر جسم و جوهر نفس مورد انکار برخی از فلاسفه غربی قرار گرفت نیاز شد که روی این دو بحثی بیشتر صورت بگیرد که در جلسه گذشته به اونها پرداختیم خب درباره جوهر نفسانی دو تا بحث مهم وجود داره یکی این که جوهر نفس جوهر مجرد هست و خود این تجرد نفس نیاز به اثبات و بررسی بیشتری دارد که در این جلسه می خواهیم این مسئله را مورد بحث قرار بدیم و راههایی که برای اثبات تجرد نفس وجود داره اونها را مورد بحث قرار بدیم که از همین راه های اثبات تجرد نفس به خصوص اون برهانی که مرحوم ابن سینا ارائه کرده است تا حدودی بر اثبات خود وجود نفس هم می شود استدلال کرد که انشاءالله توضیح خواهیم داد لذا در ابتدا در بررسی راه های اثبات وجود نفس بیان می کند که راه های متعدد و گوناگونی وجود داره که اگر بخواهیم به بررسی اونها بپردازیم خب خود این یک بحث مستقل و جداگانه هست یک کتاب مستقل هم داره که خود این تجرد نفس چنانچه در جای دیگر این بحث به اثبات رسیده است از راه های گوناگون مورد بحث بررسی قرار گرفته است که هم شواهد و دلایل نقلی وجود دارد هم شواهد عقلی دلایل و برهان عقلی وجود دارد در خود این که این برهان عقلی قام شده است در این که تجرد نفس تجرد مثالی هست دلایلی وجود دارد در این که تجرد نفس تجرد, نفس، تجرد نفس، عقلی هست باز دلایل دیگری وجود دارد و برخی از دانشمندان و اندیشمندان معاصر هم خب حتی تجرد فوق عقلی برای نفس در نظر گرفته است و برای اون هم دلایل متعددی رو ارائه کرده است که خود این مباحث در بحث علم و نفس خب این مباحث قابل پیگیری هست و در اینجا هم فقط استاد مرحوم بیان میکنه که پیگیری این برهان ها و راه های اثبات تجرد نفس خودش یک کتاب مستقلی لازم داره منتها حالا در این جلسه و در این درس فقط در این حد یک گزارش اجمالی و به دو تا برهانی که در این زمینه معروف و مشهور هست اشاره می شود اما در قالب اینکه که تجرد نفس رو برای خود یک مقدار معنوس بسازیم و از اون حالتی که خیلی غیر قابل باور باشد فاصله بگیریم نشانه ها و دلایل کوتاه و مختصر را هم بیان داشته است که می شود از او هم تا حدودی دانست که نفس از حالت از ویژگی تجرد برخوردار هست که یک از اون نشانه ها استفاده از رؤیه هاست که وقتی قرآن کریم بیان میکنه در آیات شریفه ای از کلام الهی مطرح شده است که خداوند متعال یه جدایی بین نفس و بدن به وجود میاره در دو حالت یا در دو مرحله یک مرتبه جدایی نفس و بدن در عالم خواب هست که در اینجا هم نفس و روح از بدن فاصله میگیره منتها دوباره برمیگردد به بدن و انسان بیدار می شود و یه جدایی هست که در حالت مرگ برای انسان پیش می آید که دیگر اون جدایی جدایی همیشگی هست که دیگر نفس به بدن به بدن مادی و بدن دنیوی بر نمی گردد حالا در همین جدایی نفس و بدن که در عالم رویا و خواب برای انسان پیش می آید در همین هم میشه تا حدودی به تجرد نفس هم پی برد به دلیل این که دیگر اون محدودیت هایی که نفس باید داشته باشد در حالی که وقت تعلق به بدن داره دیگر این نفس هم محدوده یعنی اگر بخواد این نفس هم درک بکند تنها همون محدوده ای رو میتواند درک بکند که بدن در اونجا حضور داره ما وقتی در اتاق قرار داریم به دلیل تعلق نفس به بدن ما و بدن هم که محیط در واقع حاده شده است با یک دیواری دیگه فراتر از این رو نمی شود درک کرد ما نمی توانیم بیرون از این اتاق رو بفهمیم چه خبر هست چرا به دلیل اینکه که نفس ما محدود شده به بدن اما همین نفس وقت در عالم رویا از بدن فاصله می گیرد آزاد می شود یه مقدار اون رویاهایی رو که انسان مورد بررسی و دقت قرار میدهد میفهمد که دیگر اون محدودیتی که نفس به بدن تعلق داشت این محدودیت نیست و به همین جهت انسان خوابهایی رو میبیند که گاهی در مشرق هست گاهی در مغرب هست و در یک لحظه در یک جای هست در لحظه دیگر در جای دیگر هست اتفاقهای اینچنینی رو میبیند که دیگه از اون حالت محدودیتی که یک ماده دارد بیرونه خب در نتیجه همین عالم رویاهایی که برای انسان پیش میاد خب خیلی از حقایق مجرد و حقایق عقلی هم برای نفس های پاک به وجود میاد که در جای خودش اینا قابل بحث و بررسی هست یا در بحث احزار روح در بحث خوابهای مغناطیسی در کارهایی که مرتازان انجام میدن در کراماتی که اولیاء الهی انجام میدن در همه اینها یک سری نشانه های از تجرد نفس رو انسان میفهمد و اینا رو درک میکند که بعضی از مقدمات اونها برای کسانی که اطلاع مستقیم نداشته باشند خب اینا میشه از راه نقل اثبات کرد ولی حقیقت این است که این گونه نقل ها هم فوق حد تواتره یعنی ما کاملا میفهمیم که بعضی از کارهایی که کاملا با تجرد سازگاری داره دیگر اون محدودیت های عالم ماده در اونجا راه نداره خب اینا را انسان میبیند میشنود مطالعه میکند در آثار مکتوب در آثار تاریخی اینا رو مطالعه میکند خب میفهمد که تا یک حقیقت خواهین وجود نداشته باشد این همه آثار و نشانه هم از اونها به جا نمیماند لذاست که میفهمیم پس نفس یه ویژگی های این چنینی دارد که گاهی نشانه های اونها را در عالم رؤیا و در اون خواب های مغناطیسی و هیپنوتیسم و امثال اینها انسان اینا رو مشاهده می کند خب این یکی از اون نشانه هایی که تا حدود ذهن انسان رو آماده میکنه برای پذیرش تجرد نفس در یک دسته از دلایل دیگر هم مشاهده می کنیم که مقدماتی به کار می رود که در علوم تجربی و به خصوص در بحث روانشناسی و زیستشناسی ناسباد می شود خب اونم دلایل هست برهان هست مقدماتش را ما از علوم تجربی از بحث روانشناسی و زیستشناسی می گیریم بعد چند تا مقدمه رو در کنار هم میگذاریم و از اونهای نتیجه تجرد نفس رو به دست میآوریم یکی از این مقدمات هم این بحث است که خب در بحث زیست شناسی این مسئله بحث میشه و تا حدودی به اثبات میرسه که چگونه سلول که مربوطی به بدن هست اینا در حال تغییر و دگرگونی هست که حالا حداقل انسان وقتی در نظر میگیرد و بحث بعضی نظری ها رو مشاهده میکند میفهمد که سلولهای بدن انسان حداقل در هر ده سال یک بار اینا کلا عوض میشود یعنی اگر ما بخواهیم یک انسانی 80 ساله رو در نظر بگیریم خب باید این سلول های بدن این انسان هشت بار کلا تغییر پیدا کرده باشد که دیگر اون سلول های گذشته در این بدن وجود نداره و به تدریج اینها تغییر پیدا میکنند که حتی سلول های مغز هم در اثر تحلیل رفتن و تغذیه از مواد جدید این هم کلا جایگزین میشه با سلول های جدید خب این تغییر و دیگرگونی رو ما در بدن میبینیم اما حالا بیاییم این مقدمه را ما میتوانیم با استفاده از علوم تجربی و بحث های شناسی این رو کاملا اثبات بکنیم که اثبات هم میکنن که بله این سلول ها خب چگونه تغییر میکنن هر سلول عمرش چقدر هست و چطور جا جا جایگزین میشه با سلول بعد و در این تغییر و تحولات هم چه دخالت داره اینا بحثایی که در علوم تجربی بحث میشود و کاملا اثبات شده است خب این مقدمه رو ما از علم تجربی میگیریم از طرف دیگر هم میاییم دوباره بحث نفس رو مورد دقت قرار میدیم میبینیم که آیا این تغییر و دیگرگونی که در بحث مربوط به بدن مطرح هست در جسم مطرح هست آیا در نفس هم همین تغییر و تحول وجود داره یا نه میبینیم که در نفس این تغییر و تحول وجود نداره یعنی انسان کاملا با علم حضوری خودش میفهمد که این انسان همون انسان مثلا در سن 90 سالگی 100 سالگی هم اگر یک همچنین توانایی برایش باقی مانده باشد میفهمد که این انسان همون انسان متولدی از پدر و مادر خاصیه که در زمان خاصی در مکان خاصی به دنیا آمده است و کاملا وجود این شخص از نظر وجود نفس اگر حساب بکنیم یک امری ثابت هست که در طول ده, ها سال این باقی مونده و هر انسان از این وحدت شخصی خودش آگاهی داره یعنی اگر انسان به خودش توجه کند این ادراک رو در واقع میفهمد که ولی این انسانی 90 ساله همون انسانی که مثلا در چه تاریخی به دنیا آمد و از اون زمان تا امروز هیچ فرق و دیگر گونی برایش پیش نیامده است خب اینم یکی از استدلال که میفهمیم پس اگر این نفس ما از تجرد برخوردار نمی بود باید اون ویژگی جسم رو ویژگی امر مادی رو دارا می بود که اون ویژگی هم همون بحث تغییر و دگرگونی هست که در اثر تغییراتی که در سلول های یک جسم مادی پیش می آید باید این نفس هم تغییر می کرد و تغییراتش هم به انسان کاملا نشان داده می شود. و انسان می فهمید که بله من که مثلا حالا 80 سال عمرم می شود خب در اثر این تغییرات که برای من پیش آمده است خب نفس من در 10 سالگی یه چیزی بود 20 سالگی دوباره نفس جدیدی شد 30 سالگی 40 سالگی تا 80 سالگی 100 سالگی باید کلا خب چندین نفس به وجود آمده باشد در حالی که چنین چیزی نیست و از این ثبات و عدم تغییر و تحول نفس میفهمیم که پس باید نفس یک امر کاملا مجرد باشد این یک از دلایل هست که میشه بر این مسئله اقامه کرد و اون رو به اثبات رساند برهان های فلسفی خالص که دیگر در اونجا از مقدمات تجربی انسان کار نگیرد از مقدمات که مثلا با بعضی مشاهده هایی که انسان داره مشاهده های حسی مثل عالم خواب و همسال اینها استفاده نکنه بلکه مقدمات اونها کلن عقلی باشد حالا این گونه برهان های فلسفی خالص برای اثبات تجرد نفس بخواهیم اقامه بکنیم بازم اینا بر دو دسته قابل تقسیم هستند که یک دسته از برهان ها برهان هستند که از تحلیل همون علم حضوری متعارف حاصل می شود که خب ما وقتی علم حضوری به نفس پیدا می کنیم همین علم حضوری رو مقدار باز می تحلیل می کنیم این رو می شکافیم کاملا می که در این بحث یک تجردی نهفته است و اثبات می شود دسته دیگر از برهان های عقلی هم در واقع به تجرد پدیده های نفسانی اول اشاره میکنه مستقیما به سراغ خود اثبات تجرد نفس نمی رود بلکه به پدیده های نفسانی یا اون اموری که متعلق به نفسه خب میره اونا رو بررسی میکنه و مجرد بودن اون امور مربوط به نفس رو اثبات میکنه که اونها عبارتا از ادراک هر نوع ادراک و علم را اول اثبات میکند که اینا مجردن اراده محبت و امثال اینها که به نفس تعلق میگیره اینا رو هم تجردش رو اثبات میکنه بعد از آنی که این امور رو به عنوان امور عرضی که بر نفس آریز میشود تجردش رو اثبات کرد حالا بحث میشود درباره این که این امور عرضی بر یک موضوع مجرد آرز می شوند یا بر یک موضوع مادی از این طریق اثبات می کنند که امور مجرد یعنی امور آرزی مجرد نمیتونه بر یک موضوع مادی آرز بشوند پس بر هر چیزی که آرز بشود معروض او هم حتما مجرد خواهد بود حالا امور نفسانی وقتی بر نفس آرز می شوند این خود نفس باید حتما از تجرد برخوردار باشد پس یک دسته ای از برهان هایی که برای تجرد نفس اقامه می شوند اونا اول می روند تجرد امور نفسانی رو اثبات می کنند بعد از مجرد بودن این عوارض خب معروضش رو هم اثبات می کند که هم باید از تجرد برخوردار باشد خب ما دو با دو تا دسته از برهان های فلسفی مواجه هستیم که حالا ببینیم در ادامه از کدام یک از این برهان ها می توانیم استفاده بکنیم لذا است که دو تا برهان رو در اینجا مورد بررسی قرار می دهد یکی برهان معروف به برهان ابن سینا هست که ایشان یه برهانی را اقامه کرده است برای تجرد نفس یه برهان دیگر هم بحث تقسیم ناپذیری نفسه که اونجا وقتی از یک عرز نفس در واقع بحث میکنه و تجرد اون رو اثبات میکنه از طریق او تجرد خود نفس رو هم اثبات میکنه اول میریم بررسی میکنیم برهان معروف به برهان ابن سینا را ایشان در اشارات برهان برای تجرد نفس قامه کرده است که این برهان هم برای اثبات تجرد نفس به کار می رود هم برای اثبات وجود نفس به کار می رود یعنی میشود این برهان را در دو جا مطرح بکنیم هم در جایی که وجود نفس مشکوک باشد خاص طریق همین برهان میتونیم وجود نفس رو اثبات بکنیم هم در جایی که وجود نفس کاملا محرزه مون درباره این که این وجود وجودی مجرد یا وجود مادی هست باز میتونیم از این برهان استفاده کنیم و تجرد نفس رو اثبات بکنیم فعلا برای اثبات تجرد نفس این برهان قائم شده است ولی از همین برهان میتونیم خود وجود نفس را هم اثبات بکنیم مرحوم ابن سینا می آید یک شرایطی رو برای اقامه این برهان در نظر می‌گیره و این رو بیان می‌کنه میگه اگر انسان که حالا این برهان هم اسمش هست مثلا برهان انسان معلق یا انسانی که در یک شرایط خاصی قرار میگیرد در هوای تلق تعبیرشان هست وقت انسان قرار بگیره اونجاها هست که با علم حضوری نفس خودش رو مشاهده می کند لذا اول شرایط رو برای انسان یک مقداری مطرح میکنه که اگر انسان در محیطی باشد در یک محیطی که هیچ شیء خارجی حواس انسان رو پرت نکنه در یک موقعیتی که بدن آدم هم به گونه ای نباشد که انسان توجهش, به بدن جلب بشود بدن هم در یک حالتی باشد که کاملا شرایطی آرام که هیچ حسی اونجا فعال نباشد در یک همچنین حالتی و حالاتی هم که انسان را متوجه بعضی از حالات بدن میکنه اینا هم برای انسان پیش نیاید مثلا هیچ گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، درد و ناراحتی هم برای انسان وجود نداشته باشد که کل حواس انسان متوجه بخش خاصی بشود و حتی هوایی هم که در اون محیط در گردش و در چرخش هست این هوا نیز کاملا آرام باشد به گونه که هوایی نباشد که با وزیدنش انسان متوجه بشود که یک بادی به صورت انسان خورد یا یک هوایی بالاخره به مشاهده بشود یا حس بشود چنین چیز هم نباشد بخاطر خاطر اینکه کاملا انسان در یک حالت قرار بگیرد که وزش باد هم توجه انسان را جلب نکند خب به صورت کلی در یک هوای تلق باشد که در چنین موقعیتی اگر توجهش را مرت... متمرکز بسازد و از همه جا خودش را جدا کند در هوای تلق به هیچ چیزی دیگر هم توجه نداشته باشد در یک همچنین حالتی فقط تمرکز کند روی خودش این من درکننده رو بخواهد مورد توجه قرار بدهد به گونه که به هیچ امر بدنی دیگر که مربوط به بدن و جسم او بشود هم توجه نکند میگه در یک همچنین حالتی اگر انسان قرار بگیرد سوال می شود از خودش سوال بکند که من وجود دارم یا ندارم خب میگه بله من وجود دارم وجود خودش رو درک می کند. در این مرحله ما میتونیم از این طریق اثبات وجود نفس رو اینجا درک اثبات وجود نفس رو نتیجه بگیریم بگیم ولی این دلیل میتونه نفس ما رو اثبات بکنه که وجود داره چرا چون نمیتواند در یک همچنین حالت هم انسان بگوید که من نمیدانم وجود دارم یا وجود ندارم بگه من وجود دارم و وجود خودش رو هم کاملا با علم حضوری میفهمد و نفس خودش را مییابد در حالی که هیچ یک از اندامهای بدن مورد توجه اون نیست یعنی معلوم این انسان قرار نمیگیرد علم انسان به هیچ یک از اندام های بدن تعلق نمیگیره کاملا از بدن خودش غافله یعنی بدن برای او کاملا مجهول و ناشناخته است چون مورد توجه نیست چون تمرکزی نسبت به بدن نداره تمام تمرکزش حواسش فکرش مربوط میشه به نفس خب وقت نفس خودش را مییابد و چیزی غیر از نفس را نمییابد اینجا معلوم می شود که بین اون را که می یابد اون چرا که مشاهده می کند اون چرا که درک می کند و چیزی را که درک نمی کند و نیافته و اونا رو احساس نکرده خب این تفاوته وقت نفسش رو می پس نفس وجود دارد وقت بدن را در اون حالت نمی پس در واقع این بدن غیر از اون چیزی که یافته است و از این طریق کاملا مشخص می شود که انسان مرکب است از دو تا چیزی که گاهی در هوای تلق انسان نفس خودش را مییابد ولی به بدن خودش هیچ توجهی نداره و از اینجا میفهمد که این نفس و بدن دو چیزه وگرنه اگر یک چیز می بود در همون زمانی که نفس انسان مشاهده می شود درک می شود باید بدنش هم درک میشد حالا که درک نشده پس معلوم میشه بدن غیر از جسد نفس نفس غیر از بدنه و از این طریق ویژگی های هر کدام هم کاملا مشخص می شود که اون ویژگی هایی که برای بدن هست برای نفس وجود ندارد پس از این برهان معلوم میشه نفس یک چیزی غیر از بدن مادیه و ویژگی های ماده هم در نفس وجود نداره خب این برهان همونطوری که از این شرایطی که برای انسان فراهم میکنه خب یک تفسیر صحیح هست از علم حضوری به نفس و شرایط رو هم که ابن سینا برای درک نفس فراهم میکنه یا بیان میکنه در واقع این یک راهنمایی است برای افراد عادی که افراد عادی رو میگه شما فرض کنید در یک همچنین شرایط قرار بگیرید که در یک همچنین حالتی اگر قرار گرفتید کاملا نفس خود را میابید ولی به بدن خود توجهی نمی کنید. خب اما کسانی که یک مقدار مراحل کمال نفس را پیموده باشد آگاهیش نسبت به نفس افسوده شده باشد خب او دیگه کاملا راحتتر حتی در زمانی که انسان در این هوای تلخم نباشه بازم وقتی تمرکز خودش رو روی نفس میکنه مییابد که نفس بله یک حقیقت غیر از حقیقت بدن هست و متوجه میشود که این نفس به عنوان یک امر موجودی حقیقی یک جوهر نفسانی وجود داره و از تجرد هم برخورداره خب افراد متکامل افرادی که مراحل کمال را پیموده پی باشد نیازی به این فرض هوای تلق نداره میتونه حتی در اوج گرفتاری هایی که انسان با امور مادی هم داره میتونه به این تجرد نفس خودش آگاهی پیدا بکند این رو مشاهده بکند و علم حضوری هم بهش پیدا بکند اما افراد عادی برای این که خودش را از این امور مادی از جسم از بدن خودش جدا بکنه نیازمند چنین هوای معلق یا هوای تلق یا فضای معلق هست که این برهان رو بتونه بفهمد این یکی از برهان هایی بود که در واقع اقامه شده است اما برهان دیگر هم که برای این مسئله آورده شده است خب از دسته دوم هست که در این برهان این گونه استدلال می شود که ما وقتی به همون من درکننده که همون حقیقت نفس دقت میکنیم و تمرکز میکنیم میبینیم که این وجود من یک امر بسیط و غیر قابل تقسیمه یعنی چینی ما نمیتونیم بگیم که این من دو نیمش نیمش اینه نصفش اینه،, اینه یا یه چیزی بذاریم وسط این من این رو دو تقسیم بکنیم خب وقتی این من که همون حقیقت نفس حقیقت شخصیت انسان هست قابل تقسیم نیست خب این رو میفهمیم که پس این ویژگی یک امر جسمانی و مادی رو نداره چرا؟ به دلیل این که در بحث جسم این کاملا مشخص شد که جسم خودش یک امر ممتد قابل تقسیم در ابعاد مختلف هست حداقل در طول عرض و عمق خودش تقسیم پذیره حتی در بعد زمانیش گفتیم که بازم تقسیم پذیره اگر جسم باشد باید تقسیم بپذیرد چون ویژگی جسم یکش تقسیم پذیری هست در حالی که ما میبینیم که این نفس ما قابل تقسیم نیستن و کاملا این رو در درس چهلی هم توضیح داده شد که وقتی ما خاصیت تقسیم پذیری رو در نفس پیدا نتوانستیم حتی به طبع بدن هم نمیتوانیم این نفس رو تقسیم بکنیم باید ناگزیر بپذیریم که پس نفس نفس امر مجرده چون تنها امر مجرد است که تقسیم ناپذیره حالا این ویژگی وقتی در نفس دیده شد دیگر اون تجرد نفس هم کاملا از اینجا به اثبات میرسد منتها در صورتی که نفس تعلق به بدن داره یه رابطه وجودی خاصی با اونها دارد که اون در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیرد که با همدیگر دیگر تعامل میکنن تاثیر و تأثیر با هم دیگر با اراده نفس بدن حرکت میکنه خود این نفس دوباره باعث میشود که این بدن خودش رو محافظت بکند کارهای انجام بدهد که از بین نرود ضعیف نشود لاغر نشود نابود نشود خب اینا کارهای نفسه بدن هم با راهنمای نفس کارهای رو برای محافظت خودش انجام میده از طرف دیگر هم دوباره همین بدن کارهایی که نفس از اون میخواهد و برای کمال نفس لازم هست انجام میده مثلا وقتی نفس میبیند که کمال او در این هست که به بندگی خدا بپردازد خب این عبودیت و بندگی چه در قالب نماز باشد چه در قالب روزه باشد در قالب حج و جهاد و دیگر چیزا باشد این جهاست که نفس تکامل خودش را و رسیدن به کمال خودش را با استفاده از کارهایی که بدن باید انجام بده خب دنبال میکنه لذا نفس بدن را به کار میگیره استخدام میکنه به خدمت میگیره و از این طریق این تعامل و همکاری بین نفس و بدن وجود داره این درسته اما این که به طبع بدن تقسیم پذیرم بشود خب حالا ما بیاییم مثلا حالا به صورت فرضی فرض بکنیم که این بدن رو مسلک کند تک تکش بسازد آیا با این در واقع اون من و نفس و حقیقت انسان هم تقسیم میشه نه نفس همچنان به ثبات خودش به وحدت و همون یک پارچکی خودش باقی مونده است هیچ گونه تجزیه تقسیم پذیری و امثال اینها رو در مورد نفس ما نمیتوانیم ببینیم و در نتیجه با همه تعاملی که نفس و بدن با هم دیگر دارن اما در این بخش تقسیم ناپذیری بازم میبینیم که نفس راه خودش رو میرود حتی به طبع بدن هم این ویژگی جسم و جسمانی رو به خودش نمیگیرد این ویژگی تقسیم پذیری رو خب از این تقسیم ناپذیری نفس کاملا میفهمیم که نفس یک امر مجرد هست و دیگر ویژگی های مادی در نفس وجود نداره این هم یک از برهان هایی بود که برای تجرد نفس اقامه شده و از این طریق هم میفهمیم که پس وقتی ویژگی های یک امر مادی رو در نفس نمی توانیم بیابیم پس نمی توانیم نفس رو هم یک امر جسمانی یا مادی تلقی بکنیم انشالله که با این دو تا برهان و تقسیماتی که برای اثبات تجرد نفس و که این بحث رو میتونه اثبات بکنه بررسی کردیم با این دو تا برهان هم انشالله که این مطلب روشن شده باشد تا بحث بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خداوند یار و نگهدار شما اللهم محمد وآل آل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل آل محمد